سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. شایع شده که پویا مختاری در لندن دستگیر شده که خودش به این صحبت ها واکنش نشون میده. کسی ما رو زندان نمیتونه بندازه؟ پس جایی نرین و با ما باشین تا ببینیم ماجرای این دستگیری چیه. احتمالاً دقت کردین که پویان چند وقتی دیگه حاشیه هاش کم شده، یعنی آخرین حرکتی که زده بود شوگرمامیش بود که به اون وضع خنددار اونو با چند تا دختر تنها گذاشت تا شب خوشحالی رو با هم داشته باشن. بعد از رفتن داریا دیگه پویان تقریباً نیست. البته چون پیج اصلیش رو هم زده بودن خیلی دل و دماغ کار رو نداشت، ولی الان که پیجش برگشته کلن انگار سر به راه شده و دیگه دنبال سر و صدا نیست. با این همه چند روز پیش خودش دلیل این نبودنش رو فوشایی که از طرف ایرانیا توی اینستا میخورد دونست. سلام علیکم مردم عزیز هموطن هم میهنانم. یه چیزی داشتم فکر میکردم، واقعا نمیفهمم چرا اینجوریه، ولی شاید باید اینجوری باشه که یه سری چیزا سر جای خودشون باشه، یه سری ها نباشه. یه سری از آدم ها حال کنن، یه سری حال نکنن، نمیدونم. ولی اینستاگرامو که باز میکنیم و همش انرژی های بده ها، فقط برای من هم نیست، همه اینجوری هن، همه دارن مینالن، من نمیفهمم چرا اینجوریه. همه اصلا از من فکر میکنم یه از یه تایمی که میگذره یه چیزی خیلی عمومی میشه، مثلا میره توی یه جاهای عجیب غریب. نمیفهم مثلا، فکر نکنم اینو هم وطنای ما باشن اینجور آدم ها که میان اینقدر اصلا عجیبه. یه دفعه مثلا نمیدونم گوشی به یه جاهایی میرسه، اینترنت به یه جاهایی میرسه، یه جاهایی که شاید یه آدم هایی اینجا زندگی میکنن که مثلا دیدگاهشون مثلا همه چیزشون متفاوته. ببین من مثلا الان خیلی ها بهم میگن چرا پست نمیذاری، چرا استوری نمیذاری، چرا مثل قدیم ما رو با خودت سفر نمیبری، این برنبر نمیری. خب واسه چی این کار رو بکنم؟ یعنی واقعا من خودم هم دلم تنگ میشه براتون یه زمانی، واسه طرفداران، واسه دوستدارانم، واسه کسانی که با ما حال میکنن، پیگیر احوالاتمون هستن، دلم تنگ میشه. ولی ترجیح میدم که عکس و فیلم و استوری نذارم، میدونی؟ چون انرژی بد زیاد میاد. اصلا همین هم اینجا نگیم کلن، ولی دیگه مثل قدیم اگه نیستم دلیلش همینه که پر از انرژی منفیه و اینقدر فحش و بد و بیرا و این چیزا میگن که آدم دیگه، ولی دیگه نمیگیرم دیگه. البته یه مقداری هم بهتر شد چون از جایی که هستم لذت میبرم. همزمان با این موضوع که پویان میگه از ایرانیا برای فوشایی که میدن شاکیه و همین شده دلیل کمکاریش، چند وقتی هم هست که پویان رو همیشه با جمعی از دوستان افغانش میبینیم. حتی توی بیشتر مهمونیاشون هم حضور داره و کلن فعالیتش رو توی جمع مردم افغان بیشتر کرده. ولی همین نبودن پویان در تولید حاشیه یه شایعه جدید دیگر رو هم چند روز پیش به وجود آورد و اون دستگیری پویان در لندن بود. حالا پویان که چند روزی رو توی اسپانیا میگذرون دوباره برمیگرده به لندن و خودش توی لایف توضیح میده که دستگیر نشده. البته انگار جایی که هست به اداره پلیس نزدیکه. نه خدا بزرگ است، خدای ما بسیار بزرگ است، نگران نباشید. کسی ما را زندان نمیتونه بندازه؟ و وقتی که دعای مادر پشت سرت باشه، خداوند یار و نگهدارت خواهد بود و انشالله که شما هم همیشه سلامت باشی. ما هم الان رسیدیم خونه بعد از 10 روز ماربیا بودیم، تو اسپین بودیم با خانواده، مادر، پدر، خواهرها، همه را آوردیم اینجا، کشیدیم اینجا. ما مجبوریم هم لهجه افغان حرف بزنیم هم فارسی، چون دوستای افغان هم هستن تو لایو ما، لطف دارن به ما.
غیر از نبودن پویان توی اینستاگرام که برای همه این فکر رو به وجود آورد که شاید براش اتفاقی افتاده یا اون خطری رو حس کرده، یه پست از پویان این شک رو بیشتر کرد. اون توی این پست که عکساش لحظه سوار شدن اونو به هواپیما نشون میده نوشت: یه نفس عمیق بکش، خودت و فکرت رو از تمام انرژیای منفی دور کن. گاهی وقتا نگران چیزایی هستیم که هرگز اتفاق نخواهند افتاد. بعد از میلاد و ماجراهاش، پویان سریعاً از ترکیه فرار کرد. چند وقتی معلوم نبود کجاست تا اینکه سر از لندن درآورد. از اونجا که اعلان قرمز اینترپل داره، با ورودش به لندن هویت و اسمش رو با کمی تغییر اعلام کرده تا به همین راحتی ها دستگیر نشه. قبلا هم سابقه داشته که با پس و پیش کردن اسمش چند وقتی هویتش رو پنهون کرده بود، ولی این قضیه تا یه جایی میتونه مانع دستگیریش بشه، چون بالاخره هویتش فاش میشه. پس الان باید به فکر مهاجرت جدید خودش از لندن به یک کشور دیگه باشه که احتمالاً مقصد بعدی اسپانیاست. برای همین اون شروع کرده به ساختن خونه جدید و منتظره تا پروژه تموم بشه. مادیم یه سر به خونه بزنه ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آقای شکیب، خونه چجوری پیش میره؟ خیلی قشنگه. ببینیم خیلی طول کشید این خونه، نه؟ حالا داریم منتظر دیگه کارهای نهاییش هستیم که انشالله تموم بشه. با این همه اینجا میشه سالن، این تا اون ته خونه رو که یادتونه بچه، این تا اینجا. اینطور که بوش میاد پویان این روزها در خطره و احتمال دستگیریش خیلی زیاد شده. خبرهای غیر موثق زیادی از احتمال دستگیریش تو همین روزها پخش شده، ولی هیچ کدومو تا زمانی که این اتفاق نیفته نمیشه باور کرد. حالا به نظر شما این تقریبا سکوت پویان یا بقیه شاخها از ترس دستگیری یا اتفاقهای دیگه‌ای داره میفته؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم فراموش نکنین که به محض آپلود شدن ویدیوهای بعدیمون رو بتونید ببینید. غیر از این خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین.